به یه اپیزود دیگه خوش اومدین. امیدوارم که روز خیلی خفن و آخر هفته خیلی خوبی رو داشته باشین. امروز پنجشنبه است و ما برای اولین بار بدون ناخدا داریم میریم تو دریا. برای این کارم یه روز خیلی آروم رو انتخاب کردیم. دیروز یه اپلیکیشن معرفی کردیم به نام ویندی که لینکشو این بالا میذارم، اگه اون ولاگو ندیدین میتونین بریم ببینین. پیشبینی آب و هواش درست از آب در اومد. من تا حالا ساحل رو بدون باد ندیده بودم که اون تو زده بود باد نده. الان که داره میاد اون اتفاق نواد بسید که بیاد چون موتور آره شماش پشتشه بخوره بهش شماش خیس میره. این اسکله که میبینین اولین ولاگ روزانم رو اینجا شروع کردم. همین اسکله هفته یه موقعی از اون زاویه فقط میتونستی هر بری حال میکنی بقیه یه جوری بپر سرت به زمین نخوره. خیلی عمق نداره. در این صحنه تو که بازیگوشو داریم که ورزشکار شده میخواد از لبه قایق بپره ولی کم عمقه. شیرجو به چیز بزن دیگه پمپاره یه بپرم مستد. آره خوبه هر جور حال میکنی. خدافظ. چراغ جلو رو بپر. نه بابا اون هم داره به اندازه کافی هم اون داره. کجایی؟ اینجا بیا بیا سیاسه تا شده در آوردی؟ فیکه؟ چینیه؟ ضد آب نیست؟ ضد آب نیست ضد آب شور نیست شده من چه داره میره بالا؟ بارم تستش کنم. چقدر راحته ماما چون راحت میشه اومد بالا. اینجا همون ساحلیه که ما صبح میایم میدویم ساحل قدیره. اینجا چون بچه اینجایی میگه بیایم همینجا یه خورده آبتنی هم بکنیم. قایقمون بنزین تموم کرد مجبور شدم بیام قایقو بکشم. یه چیزی بگو بسیتت بیا دارم میکشم. ولی این دفعه یه خورده ترسمون ریخت. دفعه بعد احتمال خیلی زیاد دیگه هرمز رو بغل میکنیم. یه خورده موج بود گفتیم اولین باره دیگه زیاد جای دوری نریم. وسطش هم موتور یه بار خاموش شد یه خورده ترسناک بود وسط دریا با موتور خاموش.
ولی یه جوری روشنش کردیم، یه خورده تجربه هم داره بالا تا جای باز هم دیم. ولی واقعا تجربه باحالی بود، همونجور که محمدم گفت یه خورده ترسناک بود. شاید شما که دارید فیلمشو میبینین احساس کنین که مثلا ما آدمای ترسویی هستیم، ولی اینجوری نیستش. ما کلا خیلی کله چختر از این حرفاییم. موجاش واقعا یه خورده ترسناک بود، گفتیم یه خورده قلق کار بیشتر دستمون بیاد، بعدا دوباره بیشتر میره. دفعه بعدی حتما جلوتر میریم و جای بالاتر پیدا میکنیم. ولی عجب انرژی آدمو میگیره، من که دارم میمیرم. فکر کنم الان برم بگیرم بخوابم تا فردا. دیشب ساعت 1 تونستم ویدیو رو آپلود کنم، یعنی تا 1 بیدار بودم. ساعت 4:30-5 هم بیدار شدم. محمد دوشی هم که داره شستشو رو انجام میده. محمد چطور بوده امروز؟ ببین خیلی حال داد، ولی دو نفری کارو دو نفر میقایقا انداختن تو آب و چرخیدن و در آوردن. این کارش هست و ولی سخت میشه. آره دیگه، ببین لذت نمیتونی ببری. آره. چرا مثلا صبح بری بمونی یا بعد از ظهر بیا اینجوری چه، ولی بری بمونی شب مثلا بعد فرقش میاد که ولی به نظرم سه نفر شیم دیگه میزونه میزونه. آقای شریفی که امروز نیومدی، برای شما با شما هم زنگا در میره. زنگا. آره. شریف زنگا هست. محمد قراستی، این ویندی، برنامه ویندی چطور بود؟ درست بود یا درست نبود؟ آره، ولی اون من اشتباه میکردم، ویروس صبح میزدم، آپلود مپ نشده بود هنوز. دیشب که زدم شد، زده بود باده صبح. آره صبح هم اومدم بهت گفتم زدم یه ذره باده که آه آره آپلود نشده بود؟ نشده بود، ویروس که در جا ریخیمش بودیشی، نه هنوز نشده بود. دفعه بعد به آپدیت ها بیشتر دقت کنیم. آره آره، نه به دستم اومد دیگه، فهمیدم. ببین کلا کار این شکلیه دیگه، باید ما انقدر بریم تا یه خورده تجربه به دست بیاریم. اولا شاید یه خورده سوپی های خنده داری. آره ولی در کل خیلی باحال بود، چیزم بود دفعه اول. آره دفعه اول آره چند بار موتورش خاموش شد ترسیدیم. آره ولی قلقش شما دستمون دیگه. بعد شما فیلمو دارین میبینین خیلی آرومتر و راحتتر از این حرف هست که تو واقعیته. مثلا خودت اون وسط باشی، مثلا یه موج بیاد یو بپری والا پایین، بعد هیچ خشکی رو نگاه یعنی نبینی، یه خورده قضیه فرمونه. امیدوارم که از ویدیوی امروز خوشتون اومده باشه. امروز یه روز خیلی خاصی بود واسه من. بعد گفتم که یه صحبتی حالا با هم دیگه بکنیم. این صحبتی که قرار بکنیم مثلا هنوز به محمدم نگفتم که موضوعش چیه. بعد یه سوال می‌خواستم ازش بپرسم، یه چند تا چیزم بعدش می‌خوام بگم. یکی از محمد می‌خواستم بپرسم که به نظر سه ماه دیگه با این قایقه داریم چیکار می‌کنیم؟ سه ماه دیگه به نظرم بیشتر قبضاسی میکنه. چون ناکا این قبضاسی اون اسکیلو این ویدیو، چون یه ویدیوی خاص میشه که احتمالا ما بعدا زیاد میبینیم، جالبه که مثلا بفهمیم ما اون سمتی رفتیم یا نه. خب حالا بعدا خود دیدینو بیشتر حالی میکنه. حالا این که از این موضوع، یکی دیگه آقای موازیار تو کامنت ها نوشته بود که هزینه های قایق رو بگو مثلا چقدر، چون خورده وسیله خیلی زیاد خریدیم، قیمت هاش زیاد دیگه دقیق نمیتونم بگم مثلا چقدر شده و اینا. ولی مثلا درشتش رو میگم که مثلا موتورش با فرمونش رو اینا نزدیک مثلا 300 خورده میلیون شد، ولی مثلا خورده ریز ما خیلی چیز خریدیم. اکثر چیزایی که خریدیم استیل هم فلز گرونیه، برای همین کلن لوازمش خیلی گرون در اومد. مثلا یه پیچ خالی که ما میخریدیم مثلا 40-50 تومن پولش بوده. توی یوتیوب یه تب داره که ویدیوها، همه ویدیوها گذاشته میشه، یه چند تا تب جلوترش توی چنل که میرین، توی چنل من که مثلا میایین
قسمت ویدیو داره، جلوترش تب کامیونیتی هم هست، اونجا میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. من بیشتر دوست دارم که با کسایی که میبیننم در ارتباط باشم تا اینکه مثلا فقط بیان ببیننم و برم. مثلا تو اونجا نظرسنجی میذارم، مثلا سوال میپرسم جواب بدین، توی کارهایی که ما قرار انجام بدیم تأثیر گذاره. مثلا این هفته یه دونه نظرسنجی گذاشتم که با قایق چیکار کنیم، جزیره گردی و اینا خیلی رای آورد. مثلا عجیب بود. داره تو فکر میکردی جزیره گردی بیشتر رای بیاره؟ من فکر میکردم اسکیرو و قابوسی بیشتر. آخه میدونی جزیره گردی جذابتره، ما چون هی دیدیم دیگه از اون گذشتیم دیگه. آره. دنبال بقیه‌اش. خب پس بیشتر سعی میکنیم این باید با قایق بخوایم بریم سمت این مسئله. پس همین رو میگم که این تب کامیونیتی رو چک کنین هر از چنگاهی. حالا تو ویدیو هم میگم هر وقت سوالی گذاشتم که شما هم تاثیرگذار بشیم توی راهی که قراره بریم که با همدیگه سفرهای باحالی رو بسازیم. خب دیگه اینم از صحبتی که قرار بود بکنم. امشب هم که شب پنجشنبه است، خیلی هم جالب داره میشه چون من روزانه دارم آپلود میکنم. الان همین همه ادیت ویدیو رو کردم، فقط همین قسمت آخرش مونده که بذارم تهش رو آپلود کنم. یعنی اگه شما سابسکرایب کردین و زنگوله رو زده باشین، این ویدیویی که ما الان ضبط کردیم همین یه ساعت پیش بوده که ضبط شده و شما دارین میبینین. پس زنگوله رو هم اگه نزدین حتما بزنین که اولین نفر باشین که ویدیو رو میبینین. تا قسمت بعدی که فردا راستی جمعه است، قراره که استراحت کنیم. از فردا که شنبه است با یه ولاگ دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.